22 دی ماه 1396 خورشیدی و 12 ژانویه 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به پیامد اعتراضات سراسری روزهای اخیر. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. نکته ای رو بارها تأکید کردم، باز تأکید میکنم خدمتتون که بنده هیچ کانالی در فضای مجازی ندارم، یعنی غیر از آدرس های فضای مجازی و ایمیل که بعد از تقدیمی امشب و هر هفته خواهید شنید و خواهید دید روی صفحه، زیر صفحه تلویزیونم نوشته میشه، هیچ کانال یا آدرسی معتبر و مطمئن نیست اگر به نام بنده یا به نام صفحه آخر باشه. پیامی دریافت کردم هفته پیش، برای مثال میخوام بگم چرا من اینقدر تاکید میکنم. یکی از مثالها خدمتتون نوشته است: من ادمین کانال صفحه آخر سابق بودم برای حدود 4 سال تا زمانی که سعید کریئتور کانال دستگیر شد، که خودتون هم مطلع هستید. یکی دیگر از دوستان کانالی ارسال کرد با این تگ @lastpage فلان فلان. اگر کانال مال شخص شماست ممنون میشوم اطلاع بدهید تا فلان و بهمان. من نه این احتمالاً جوانی که سعید نامی که این آقای محترم یا خانم محترم برام نوشته میشناسم که نوشتن نمیدونم تا زمانی که ایشون دستگیر شد کریئتور کانال نمیدونم لاست پیج بود، صفحه آخر بود. من نه ایشونو میشناسم نه میشناسم، نه اصلا از بازداشت کسی در پیوند با کانالهای صفحه آخر خبر داشتم، یا احیانا یک کانالی به اسم من هست کسی درست کرده، احیانا امیدوارم هرگز، ولی احیانا بازداشت، هیچ کدومو بنده نمیشناسم. بارها گفتم هیچ کانالی ندارم مستقیم و غیر مستقیم، یعنی با هیچ کس هم که کانالی به اسم صفحه آخر یا به اسم بنده داره هیچ تماس و ارتباطی ندارم و اصلا نمیشناسمشون. بنابراین ازتون خواهش میکنم خودتون رو تو تله های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نندازین. چجوری بگم؟ خودم دلش میسوزه دیگه. ضمناً این نکته بسیار مهمه دیگه، هر سند، مطلب، پیغام، فیلم، ویدیو، هر چی رو که میخواید برای من بفرستید، مخصوصا از ایران، فقط و فقط از طریق نشانیایی بفرستید که بعد از تقدیمی الان داده میشه و هر هفته داده میشه. خواهش میکنم غیر مستقیم چیزی نفرستید، چیزی نفرستید برای کسی و بگید اینو بده به فلاحتی یا اینو بده به صفحه آخر. هم این وسط ممکنه تو دام اطلاعاتی ها بیفتین و هم ممکنه تو این مسیر غیر مستقیم از اون سند و مطلب سوء استفاده بشه. بارها شده این اتفاق افتاده دیگه. قربونتون برم، بریم تقدیمی این هفته رو ببینیم. به مادران: با برنامه‌ای که در ایران شده با جوان‌ها رو دستگیر کردن، من فکر کنم مادران ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن فرصتی هست که نشون بدن اینا هم از مادران آرژانتین عقبتر نیستن. اینقدر باید در مجامع بین المللی تظاهرات و نشست هایی بکنن تا بتونن از حقوق این بچه ها که در بند هستن پشتیبانی کنن و راه نجاتی پیدا کنن و به جامعه های بین المللی نشون بدن که این مادران که در خارج هستن باید نشون بدن که هیچ قضاوتی در دادگاه های ایران درست نیست و اگر حتی لازم باشه وکیل هایی همه با هم جمع بشن و وکیل هایی برای آزادی این بچه ها بر علیهشون در مجامع بین المللی به شکایت بپردازن. برای مثال همین خمینی بوده که گفته آزاد کسی بی که نمیخوام، تا حالا خواستیم حالا نمیخوایم، و دوم این که اینها ضرری نرسوندن و فیلم هایی هست که نشون میده که ماموران خودشون مشغول شکستن ماشین های مردم و جاهای عمومی هستن.
همه اینها نشون میده که احتیاج به یک قضاوت درست هست و در جوامع بین المللی باید به دنبال این مسئله رسیدگی بشه و ما از جوامع بین المللی بخواهیم که یکی که این کسانی که مسئول از بین رفتن بچه های ما در زندان ها هستن به محاکمه کشیده بشن و اینو باید یواش یواش در برنامه ها رسانه ها گفته بشه تا همه بدونن که ما میتونیم این رژیم رو کسانی که مستقیمن در این مسائل هستن رو به محاکمه بکشیم. اعتراض هایی که با شعار نه به گرانی شروع شد از هفتم دی ماه تو مشهد و حدود دو هفته ادامه داشت، دیگه داره دو هفته میشه، و زود تبدیل شد به تظاهرات مردم با شعار ما جمهوری اسلامی نمیخوایم و مرگ بر خامنه ای، همه میدونن که آتش زیر خاکستره. چرا؟ خوشی زیر دل مردم زده بود که بیان خیابون و کتک بخورن و کشته بدن، داغدار بشن، اونم توی رژیم نظامی امنیتی بیرحم و پر از دستگاه عریض و طویل بگیر و ببند. فقط رأیشون رو میخواستن تا رئیس جمهوری که بهش رأی داده بودن بیاد سر کار. شعاراشون نشون میده که از این وضع بیکاری و بیپولی و بیآیندگی و خفگی شرایط زندگی دیگه صبر براشون معنی نداره اصلا، که بگیم صبرشون لبریز شده. آخرین تیر ترکش نظام هم که روحانی بود و وعده هاش که نتیجه شد مرگ بر روحانی. از حدود 80 شهر ایران گزارش و خبر و فیلم تظاهرات ثبت شده. اینجوری نیست کسی بگه به دست من رسیده، به دست من نرسیده، نمیدونم آقای خامنه ای بفرمایم فلان، آقای روحانی بفرمایم فلان، یا سازمان‌های حقوق بشری بگم فلان. ثبت شده از حدود 80 شهر ایران. اون وقت رهبر نظام حاکم بر این کشور میگه این اعتراضات سراسری آتیشبازی بود و کار مزدوران دشمن. از روز نهم دی که این آتیشبازی ها و این شیطنت کاری های افرادی که حالا بعد عرض خواهیم کرد تازه شروع شده بود، پاسخگو به این میگن. هیم میگه پاسخگو باشن مسئولان. خامنه ای شاید، معذرت میخوام کوتاه عرض میکنم، شاید اینایی که الان دارم میگم توضیح واضحات باشه، خامنه ای صبر کرد ببینه نتیجه مقدماتی به خیابون اومدن انبوه مردم چه میشه، بعد اومد صحبت کرد، گفت این حرکت ها آتش بازی و شیطنت کاری بود و مردم، به گفته خودش مردم، منظورش اون حزب الله سازمان یافته به دست حکومت از نظر، میگه مردم پی در پی از روز 12 دی راه پیمایی کردن علیه این آتشبازی ها. یاد قصر خوشا که احمدی نژاد نمیفتیم. بعدم توجه کنین تو این قسمت که پخش میکنیم الان از خامنه ای، برای اینکه مثلا یه ضد تبلیغ هم بزنه به تظاهرات مردم در 80 شهر ایران، پشت هم اسم شهرها رو ردیف میکنه تو سخنرانیش رهبر معظم، میگه حزب الله تو این شهرها راهپیمایی کردن و پوز فتنه رو زدن. ملت ایران در اقصا نقاط کشور، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک، از روز نهم دی که این آتش بازی ها و این شیطنت کاری های افرادی که حالا بعد عرض خواهیم کرد تازه شروع شده بود،
در همه جای کشور از روز نهم دی این حرکت آغاز شد. بعد که دیدن نه مزدوران دشمنان دست بردار نیستند، اون وقت پی در پی روزهای متوالی این راهپیمایی تکرار شد. از روز 13 در قم، در اهواز، در همدان، در کرمانشاه، روز 14، روز 15، روز 16، روز 17 در شهرهای مختلف، در شهرهای بزرگ، باز در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در تبریز. اینا حوادث معمولی نیست، اینا هیچ جای دنیا وجود نداره. من این رو از روی اطلاع عرض میکنم. این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن با این نظم، با این بصیرت، با این شور، با این انگیزه در هیچ جای دنیا نیست. غیر از چند تا شهر معدود، مشخصاً مشهد و اصفهان که دلایل خاص خودشو داره، میدونید که در مشهد و اصفهان بیشتر قطبیه در واقع شهر، و همین دلیل هم تظاهرات ضد حکومتی در این دو شهر به ویژه لااقل در چند سال گذشته در همین دوره اخیر بیشتر از بقیه جاها بوده. و در ضمن سازمان یافتگی حزب الله به دلیل تمرکزش در اونجاها و دلایل متعدد دیگه، باری غیر از چند شهر معدود، مشخصا این دو تا شهر، تو بقیه شهرها اینا تونستن بسیج کنن، حتی با تهدید به اخراج کارمندای دولت. اینجا سنندج قرار شد مردم برای راهپیمایی بیان به حق دولت و حرف دولت، هیچ خبری نیست، هیچ کی نیومده. به اینجا هم خیابون ششم بهمنه، داره میبینی هیچ خبری نیست و هیچ کی نیومده. و اینجا هم میدان اقبال، هیچ خبری نیست، هیچ کی به حرف این دولت گوش نمیکنه. حالا تظاهرات مردم با بصیرت و وقت شناس و به قول رهبر معظم در اهواز ببینین، 17 دی 96. آفرین مفخورو. کلی از این گافه هست که نشون میده اینا چقدر با عجله خواستن مردم همیشه در صحنه رو نشون بدن. بزنین یه عکسی رو ببینیم، اونم نکته جالبی داره تا برگردیم. جالب که چه عرض کنم، واقعا کمدی تراژیک کار این حکومت و این رهبرش. ببینین این عکس مال 22 بهمنه، من نمیدونم 22 بهمنه که خبرگزاریشون زده راهپیمایی مردم با بصیرت علیه فتنه 96، یعنی همین مردم با بصیرتی که خامنه ای میگه علیه فتنه، نمیدونم مشتی محکم بر دهان فتنه گران از این حرفا. اینا نمونه های خیلی کوچیکی هستن از دروغای مقام عظمای ولایت خامنه ای. وقتی اعتراض مردم، دروغ فقط نیست، میدونی سبکی هم هست، رهبر معظم انقلاب یک کشور 80 میلیونی این همه هن و طلب، بعد بیاد اسم ردیف کنه، نمیدونم روزای هفته رو ردیف کنه، تاریخ بگه اینا، همون تو همون شهر رو در همون تاریخ هایی که کسایی که گفتن مرگ بر تو تظاهرات کردن، بعد تو میای اینا ردیف میکنی، میگه که هزار بار از شما مردم ممنونم که رفتین اون فتنه گر اون مزدوران دشمنان را نمیدونم فلان کرده. میگم این دیگه سبکیه دیگه، من دیگه هیچ حرفی نمیزنم. فقط دروغ نیست، خامنه ای وقتی اعتراض مردمو تو 80 شهر کشور علیه نظامی که او رهبرشه یه مش آتش بازی بدونه که از خارج هدایت میشه، اونی هم که گفت من بعدن میگم کیا بودن، میگه آمریکا، انگلیس، اسرائیل، از خارج هدایت میشه، وقتی اعتراض مردم رو نبینه طبیعتاً با دلیل اعتراض هم کاری نداره.
اصل اعتراضات رو قبول نداره. این بار هم ملت با قدرت تمام با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. میلیاردها دلار هزینه کردند، واقعی ها میلیاردها هزینه کردند، سالها شبکه سازی کردند، مزدور پروری کردند برای اینکه بتوانن از درون کار رو مشکل کنند. با همه این تلاش ها ناکام موندند. همه چیز توطئه دشمن بود، خیلی تلاش کرد، آخرم ناکام موند. تا کی میخواد این حرفا رو بزنه؟ دیکتاتوری هرچه به آخر عمرش نزدیک میشه، این تجربه جهانی است، حرفای غیر واقعی تر میزنه و تصمیمای مطلقاً دور از ذهن میگیره. 39 سال حکومت کردین با وعده این وضع خوب میشه و دوره سالاری مستضعفان میرسه و عدالت برقرار میشه و از این حرفا. بعد از 39 سال بذاریم چند تا آمار فقط براتون بخونم تون. تا فقط یادآوری کنم که اعتراضات سراسری دیماه 96 دلیلش چیه. این آمارها رو وزارت امور تعاون منتشر کرده، معاون رفاه اجتماعی. خط فقر اعلام شده 2,500,000 تومان، حالا 2,700,000 تومان. میانگین درآمد چند شغل در ایران، کارمند دولت 2,500,000 تومان رو خط فقر، معلم دبستان و دبیرستان 1,400,000 تومان، بازنشسته دولتی 1,200,000 تومان، کارگر 930,000 تومان. اینه که آمار حتی ساختگیشون میگه 12,000,000 نفر زیر خط فقر مطلقند. نون شب ندارن. من گفتم هفته پیش بهتون که اگه جمع بزنیم بر اساس آمارهای دیگه ای که میدن 20,000,000 نفر. بعد میان یه طرحهایی میریزن برای خیلی 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 عزم میخوام این حرفو میزنم، برای گداپروری ملت. میان یارانه داستان درست میکنن، میان سهام عدالت درست میکنن. همین سهام عدالت که بخش خصوصی مثلا مجریشه، یعنی اگه مثلا پول نفت و نیوردن سر سفره ها، از یه جای دیگه میارن سر سفره مردم. ببینین رئیس کل سازمان خصوصی سازی میگه برای 49,226,193 نفر صورت حساب سهام عدالت تهیه شد، یعنی حدود 50,000,000 نفر. و به آنان اعلام می شود چقدر سود به سهام آنان تعلق می گیرد. و گفت 1384 میلیارد تومان در 3 سال نخست اجرای طرح سهام عدالت میان سهامداران سود تقسیم شد. یعنی هر سال چقدر؟ حدود 400 میلیارد تومان بین 50,000,000 نفر. آماری که خودش میده دیگه، تقسیم کنیم میشه 8,000 تا تک تومانی. شرم‌آور نیست واقعا اینو بیان جار بزنن به اونان برنامه رفاه مردم؟ و اصلا چرا باید مردم به عنوان مستمند نگاه کرد؟ وقتی آخوند برنامه نداره و همش فکر طهارت و نجاسته، واسه اقتصاد مملکت در دنیای پیچیده و به هم پیوسته امروز نتیجهش میشه این. ببینیم. برای جوانها، خانواده‌ها و البته آشنا برای مسئولین که عدد و رقم آمارش متفاوت اعلام می‌شود. یا همه مدل عروسک داریم اینجا. مسئله مهمی که این روزها بیشتر به چشم آمده. ماجرا از آماری که وزیر کشور درباره بیکاری داد آغاز شد. علی‌رغم اعلام رقم 12% بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده. آقای نوبخت اما آمار وزیر کشور را قبول ندارد. نشنیدم خودم صحبت جناب وزیر کشور رو که 60% نرخ بیکاری هست، هم چه عددی نیست. سخنگوی دولت آمار بیکاری را این گونه اعلام می‌کند. هر خانه 3 بیکار دارد. این بار معاون اول رئیس جمهور این آمار را قبول ندارد. اینکه گفته می‌شود در هر یک از خانواده‌ها 3 بیکار داریم، اینطور نیست.
از مجلس اما آمار جالبی شنیده می شود. این که تنها آمار فارغ التحصیلان بیکار حدود دو برابر آماری است که دولت از تعداد بیکاران می دهد. این عدد 5-6 میلیون نفره شما فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار الان ما در کشور داریم. اون چیزی که در هر صورت ما محاسبه داریم برای 4.5 میلیون نفر هست. وقتی از ترس و از ناتوانی در مدیریت نخواهین و نتونین آمار درست بیکاری رو بدین، چجوری برنامه میخواین براش داشته باشین؟ چجوری میتونین راه حل داشته باشین وقتی صورت مسئله رو نمیدونین؟ یه نمونه دیگه بگم از دستاورد نظام مقدس برای میهن اسلامی ایران که چرا مردم به جان آمدن. ببینین، فرار 3000 دختر از خانه در 6 ماه فقط. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشتباه آمار فرار دختران از منزل در سال 95 گفت با مقایسه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص می شود آمار فرار دختران افزایش یافته، طوری که در این زمان بالغ بر 3000 دختر از منزل فرار کردند. فقط تو 6 ماه دختران فراری کسانی هستند که به دلایل مختلف در اثر فشارهای ناشی از شرایط سخت زندگی علارغم میل باطنی اقدام به ترک خانه و کاشانه خود کرده و از کانون خانواده جدا میشوند و عموما در شهری دیگر بدون داشتن مأمن مناسب خانه دائمی زندگی میکنند. از اونور همه شماها که حد اکثر درآمدتون از روزخونی تو خونه مردم بوده و تیغ زدن مردم به اسم سهم امام و خمس و امثالهم، حالا با پول همین مردم بچه‌هاتون میفرستین آمریکا و اروپا و هیچ کدومشون هم بر نمیگردن. تو اگه تونستین شما بریم پیششون. بر اساس آمارها در میان 3300 دانشجوی بازگشته به کشور در 3 سال اخیر هیچ کدام از فرزندان مسئولان مقام های جمهوری اسلامی به چشم نمی خورند. چقدر این آمار مال سال 92 برآورد می شود که دست کم 5000 تن از فرزندان و وابستگان به مقام ها و مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می کنند. رهبر این نظام میاد تظاهرات مردم رو که در اعتراض به این وضع شورش کردن به پولای عربستان و میگه اطلاع موثق به پولای عربستان و به اسرائیل و به آمریکا وصل میکنه، بعدم که طبق آمار خودشون 3700 نفر رو میگیرن و 20 و چند نفر رو تو خیابون میکشن و چند تا جوون گل مردم رو تو زندان ها میکشن، میگه فتنه جمع شد. جمعه پیش تو برنامه صفحه آخر نظر چند تن از فعالان سیاسی و مدنی رو پخش کردیم. امشب توجه بفرمایید به صحبت‌های حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران. اون یکی میاد میگه که بله تمام شد، فتنه 96 جمع شد، یعنی مسائل اقتصادی مردم حل شد، بیکاری حل شد، گرانی حل شد، فساد و چپاول حل شد، بی خانمانی مردم حل شد، گورخوابی حل شد. شما که غیر پاسخگو هستید، در واقع فقط بلدید بزنید و بگیرید و ببندید و بکشید، اینترنت رو متوقف کنید، مردم رو بزنید بکشید و بعدم بیاید بگید تمام شد. یه روز افتخارتون به این بود که انقلاب پابرهنگان است، مال مستضعفان است. نمیدونید که الان اینایی که به پا خواستن اینها همون طبقه مستضعفن، همون طبقه گرسنه و فقیرند، همون طبقات گوناگون اجتماعی هستند. میگید تمام شد؟ نه خیر، تازه شروع شد. شما غافلید، فکر میکنید با زدن و گرفتن و کشتن تمام شد. مردم ایران مردم کره شمالی نیستند، اشتباه نفرمایید. مردم ونزوئلا نیستند. مردم ایران 10 سال 20 سال مرتب جنبش های مختلف رو داشتن. جنبش دانشجویی 78 رو داشتن، جنبش 88 رو داشتن. این جنبش هم مربوط به پایین ترین طبقه جامعه بود. هشدار بزرگی است برای شما، اینا رو هم انباش شده. چطور تمام شد؟ اما فقط خواسته های اقتصادی نبود، طبیعتا شعارک سیاسی بود. آیا خواسته های سیاسی هم دارد این جنبش؟ چون خیلی شنیدین بعضی ها میگن جنبش رهبری نداره، پس خواسته های سیاسی هم نداره. این مهمه. خواسته داره، شعار داره،
جنبش نمیخواد مثل 40 سال پیش دنبال یک نفر راه بیفته و بعدم به این بدبختی بیفته که ما 40 سال افتادیم. تمام تشکلها، تمام شخصیتها، تمام احزاب و گروه های درون و برون کشور از جنبش حمایت میکنند. شما چطور میگید جنبش رهبری نداره؟ بله، مردم امروز دیگه دنبال روی فرد نمیشن. مردم برنامه ها رو میبینن، تشکل ها رو میبینن، احزاب رو میبینن و از همه اونهایی که برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای رفاه، برای امنیت و عدالت تلاش میکنن حمایت میکنن، برنامه هاشون رو میپسندن. افراد چه من چه دیگری حد اکثر خودشون رو سخنگوی بخشهایی از خواستهای مردم میدونن و این بسیار دموکراتیکه. اتفاقا ببینید تو این وقایع 10 روز گذشته یه عده رفتن بانک شکستن، مسجد آتیش زدن، از طرف دیگه صحبت از عدم خشونت هم میشود، به صورتی که حتی در بعضی جا دیدین وقتی که مأمور حکومتی رو مردم میگرفتن دستگیرش میکردن اون وسط و کسانی میخواستن بهش حمله کنن خیلی ها جلوش میگرفتن که حمله نشه. اینو ما تو سال 88 هم دیدیم. یک جنبش در حال پیشرفت چجوری میتونه اصلا به نصیحت گوش بده که این کارو بکن اون کارو نکن؟ یکی از اساتید دانشگاه که خودش هم معتقد به جمهوری اسلامیه ولی حرفای خوبی هم میزنه، اخیرا گفته اگر همین امروز رفراندوم آریانا به جمهوری اسلامی بشه بیش از 70% نخواهند گفت. مقامات جمهوری اسلامی هم اینو میدونن ولی میخوام به زور مردم رو بنشونن. خیلی خوب آقای روحانی، شما گفتی که تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضات دموکراتیک رو قبول داری. بسیار خوب، الان خیلی ها اعلام کردن که سه‌شنبه میخوان تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشن و به شما گفتن مجوز صادر کنید. خیلی خوب، صادر کنید. یعنی به نیروی انتظامی بگید به جای اینکه برن بیفتن به جان ملت، برن و از نظم و انضباط از اونا محافظت کنن، اجازه ندن کسی از بیرون مردم بیاد پرچم آتش بزنه بندازن گردن مردم، شیشه های اتومبیل های مردم رو خورد کنن بندازن گردن مردم. بله، وقتی که یک کسایی مأمور باشن این کارها رو انجام بدن جنبش بدنام میشه، اما این جنبش جنبشی نیست که بخواد به سمت خشونت بره. و البته دفاع، حق دفاع یک حق ذاتیست، شما خودتونم میدونید. یعنی انسان حق داره در برابر زور و ستم از خودش دفاع کنه. خب من بنشینم تو خونم، همسایم هر روز بیاد بزنه تو سرم، تو خیابون دارم میرم یکی بیاد بزنه تو سرم، بعدم من سکوت کنم دستمو بزنم دستم بگم بله این مسالمت؟ نه، مسالمت معناش این نیست. مسالمت یعنی صلح‌خواهی، یعنی اینکه من دنبال خشونت نیستم، من خواستم رو دارم با زبان مشخص اعلام میکنم. تو حق نداری اگر اسلحه دستته باتوم دستته تو سر من بزنی، اگر بزنی من ناگزیرم باتوم ازت بگیرم. دفاع مشروعه. مردم ناراضی هن. مردم زندگی بهتری میخوان، رفاه میخوان، امنیت میخوان، عدالت میخوان، آزادی میخوان، رفراندوم میخوان. مردم رو نمیشه به زور وادار کرد که هرچی که الان هست بخوان. شما پولای مردم رو میرید کجا هزینه میکنید؟ بدون اجازه مردم، وقتی که مردم گرسنه چرا پولا رو میبرید سوریه و یمن و اینور و اونور، بعد میاد سرکوب میکنید دیگه تمام شد، فتنه تمام شد. چرا میگید فتنه؟ چرا به مردم خودتون اینجور حرف میزنید؟ ما مردم ایران سپاهیامون رو دوست داریم، ارتشمون رو دوست داریم، نیروی انتظامیمون رو دوست داریم. اجازه هم نمیدیم هیچ کس بخواد خشونت کنه علیه اینا، چه الان چه بعد از اون. ولی شما هم به مردم باور داشته باشید. وقتی که انسان قدرت داره، اسلحه داره، باتوم داره، که نباید همونجور استفاده کنه بزنه تو سر شهروند و هموطن و همکیش خودش. در جریان تظاهرات اعتراضی هفته اخیر وقتی آمریکا و چند دولت اروپا و مجامع بین المللی حقوق بشر مثل صحف بین الملل و دیدبان حقوق بشر هشدار دادن به حکومت ایران که از سرکوب و کشتار مردم در اعتراضات مسالمت آمیز دست برداره، جناب مستطاب سرلشکر باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمدن اطلاع رسانی فرموده. هفته گذشته و دوره اخیر حتی یک مورد ما نداشتیم که یکی از نیروهای
نیروی انتظامی یا سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشه. این برابر دستورالعمل‌های ستاد کل ممنوع هست و هیچ کس با اسلحه تو خیابان نمیاد و ما حد اکثر تحمل رو کردیم در این ماجرا و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم. وقتی عمرای ارتش و سپاه همه منصوب پیشوا باشن همون دروغای اونو تکرار میکنن به شکل مبتذل‌تر. شاید سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگه در شورش های هفته گذشته حتی یک مورد سراغ نداشتیم که از نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابون اومده باشن. ممنوعه. یه چند تا نمونه رو فقط ببینیم. تو این فیلم بعدی ببینین اول موتور سوارا میان، یه نفر میاد وسط داد میزنه مرگ بر دیکتاتور، موتور سوارا وامیستن شلیک میکنه طرف میفته. ببینین از تاکستان قزوین ببینین. حسن شفیعی برادر نعمت الله شفیعی که در جریان اعتراض‌های شهر قهدریجان در استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله کشته شد در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفت گلوله از پشت شانه چپ وارد و به قلب او رفته است. آقای شفیعی گفت اول به بیمارستان برده بودند و تا ما برسیم دیگر برده بودند سردخانه. 5 روز هم طول کشید که پیکرش را به ما تحویل دادند. گزارش پزشکی قانونی را هم ندیدیم و به ما نشان ندادند. جنازه را شستند و آوردند و ما دفن کردیم. برادر نعمت الله شفیع از کشته شدن یک نوجوان هم در کنار برادرش خبر داد و گفت هر دو کنار هم گلوله خورده و کشته شدند. یک بچه تقریبا 13-14 ساله که ابتدا او گلوله خورده و بعد برادر من. 40 سالش بود برادرم و یک پسر 5 ساله دارد. من اسم آن بچه ای را که کشته شده دقیق نمیدانم، اما شنیدم بچه یتیم بود که با مادرش تنها زندگی میکرد و نان‌آور خانواده بود. فقط تو قهدریجان اصفهان 5 نفر با گلوله ماموران حکومت کشته شدند. غلام حسین شهاب فروشنده کفش در پاساژ پارسیان قهدریجان، حسین شفیعی‌زاده، نعمت الله شفیعی کشاورز، احمد حیدری دانش آموز 13 ساله و محمد ابراهیمی. برادر نعمت الله شفیعی از حضور نیروهای امنیتی در خانهشان خبر داد و گفت از اطلاعات آمدند اینجا خانه ما و به مادرم گفتن جیغ و داد نکنید و راه نیفتید. ما هم گفتیم بچه های ما رو کشتن، دیگر کجا برویم؟ همینطور نمی شود که بیاین بچه های ما رو بکشند و بروند. فقط بذر کینه بیشتر کاشته میشه و نفرت بیشتر. محمود صادقی انصافا تنها نماینده مجلس که در چارچوب قانون از حقوق مردمش دفاع کرده تا حالا، به محض اینکه خبر از گم شدن یه جوان 20 ساله تو بازداشتگاهی در تهران پخش شد توییت زد، رو توییترش نوشت در تماسی که با یک مقام مسئول در یکی از مراجع اطلاعاتی داشتم، متاسفانه مرگ یکی از بازداشت شدگان نارامی های اخیر در زندان اوین را تایید کرد. به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار میدهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید. سینا قنبری
22 ساله تو راهپیمایی تهران 12 دی میفته گیر نیروی انتظامی میبرنش اوین، تو قرنطینه زندان اوین 17 دی میمیره، میگن خودکشی کرد. چی بود هشدار صادقی نماینده مجلس درباره تکرار کهریزک؟ تو کهریزک هم سال 88 وقتی بچهای مردم با شکنجه کشتن، گفتن مننژیت گرفتن مردن. عفو بین الملل در گزارشی درباره کشته شده های دی 96 در زندان نوشت مرگ سینا قربانی 23 ساله در قرنطینه زندان مخوف اوین و گزارش های زد و نقیض درباره علت آن، نگرانی در مورد نحوه رفتار مقامات جمهوری اسلامی با معترضان را تشدید کرده است. تا کنون مرگ دست کم 4 تن دیگر در هنگام بازداشت گزارش شده که از جمله شامل 2 مورد در قرنطینه زندان اوین است. وحید حیدری و محسن عادلی از جمله قربانیانی هستند که اسامی آنان منتشر شده است، که این دوتا البته مال جای دیگه هستند. بذارید من خب درباره دزفول خدمتتون عرض کنم، درباره محسن عادلی که این سردرگمی چیه. تو دزفول خبرهای رسمی رو میخونم براتون. جمهوری اسلامی داده دستگیری و مرگ جوانی به نام محسن عادلی در بازداشتگاه دزفول در پی آرامی‌های اخیر در این شهرستان تکذیب شد. عیسی‌زاده معاون سیاسی فرمانداری دزفول گفت هیچ فردی در حوادث اخیر در بازداشتگاه‌های این شهرستان فوت نکرده. در این رابطه سرهنگ علی الهامی فرمانده انتظامی دزفول هم گفت طبق بررسی‌های به عمل آمده فردی به نام محسن عادلی در ایام ناآرامی‌های اخیر در دزفول بازداشت نشده. بعد 20 دی ماه امیر عیسی‌زاده، همون آدم معاون سیاسی فرمانداری دزفول، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های معاند خارجی مبنی بر مرگ محسن عادلی در بازداشتگاه در دزفول، اظهار داشت جوان مذکور در بیمارستان جان باخت نه در بازداشتگاه، ولی گفته که جوان مذکور در جریان ناآرامی‌های 10 دی ماه در کوی مدرس دزفول به شدت مصدوم شد و در بیمارستان جان باخت. از آنجا که این فرد در ناحیه پشت سر مصدوم شده بود، معلوم نیست از سوی چه کسی مصدوم شده است. اما واقعیت چیه؟ ببینید، یک فیلم تشییع جنازه‌اش هست، ما فرصت زیادی نداریم. فیلم تشییع جنازه‌اش رو ببینید که این پدر محسن عادلی گفته است به این وبسایتی که داریم می‌بینین، به یکی از رسانه‌ها که روز 10 دی که اعتراض‌ها در دزفول آغاز شده بود، برادر محسن مورد اصابت گلوله 2 موتورسوار ناشناس قرار گرفت و محسن که برای پیگیری وضعیت برادرش به خیابان رفت، در بین معترضان و نیروهای امنیتی گیر افتاد و بر اثر اصابت گلوله ماموران به سرش جان باخت. تشییع جنازه‌اش رو ببینید چقدر شلوغ. 15 دی ماه دزفول. ای دروغ بگین، دونه دونه این جمعیت یقه شما رو خواهند گرفت. یکی دیگه از بچه‌هایی که اسیر مامورای حکومت بود و کشته شد، وحید حیدری است در عراق، یه جوانی که صبح تا شب سر بازار دست فروشی می‌کرد. آقایون جاسنگین حکومت فرمودن معتاد بوده و مواد فروش با 10 گرم هروئین دستگیر شده و بعدم تو بازداشتگاه خودکشی کرده. آقای محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق موضوع رو دنبال کردن، از ایشون بشنوید. البته من از طریق یکی از دوستان آقای علی باخشی نامی پیگیری شده بود که ظاهراً کسی در بازداشتگاه 12 رضوی عراق خودکشی کرده و گفتن که این مواد فروش بوده، 10 گرم هروئین داشته. خود این خبر تو روزایی که بحبوحه اعتراضات عراق بود، یکی از دوستای بنده رو به نام آقای باقری که فعال مدنی شهرستان شازندم هست، ایشون رو حساس میکنه و ایشون رو مطلب رو با من در میون گذاشت و فهمیدیم که این ماجرا بودار هست. همون لحظه بلند شدیم، هر دوتایی رفتیم پیگیر شدیم که ببینیم این کدوم روستاست. خلاصه سر در آوردیم که روستای پدری اینها روستایی است به نام تکیه، جز روستاهای اطراف نزدیک شازند هست. رفتیم اونجا و اونجا همون عکسی که الان منتشر شده، اولین عکس عکسی بود که به درب مسجد روستای تکیه زده بودن و نگاه که کردیم دیدیم که این جوان چشماش بسیار زلال و چهره بسیار صمیمی داره و احساس کردم، نمیدونم، به دوستم گفتم این چشمای زلال و دریایی
حرف زیاد داره و اصلا نمیتونه این یک شخص معتاد یا فروشنده مواد مخدر باشه. همون لحظه شخصی آمد اونجا که از اقوامش بود و ما صحبتهایی رو کردیم و مشخص شد اصلا موضوع اعتیاد و مواد مخدر و اصلا اینا همه کنسله و از اونجا ما متوجه شدیم با یک فریب و با یک رسانه دروغگو خبر داریم مواجه هستیم و از همونجا استارت کار رو به طور قوی زدیم که این خبر رو رسانه‌ای بکنیم و روش کار بکنیم، تحقیق بکنیم و منتشرش بکنیم. خب چی دستگیرتون شد سرانجام؟ وحید حیدر یک جوان مجرد 23-24 ساله است. در کرهرود، در قسمتی از عراق که به نام کرهرود هست، ایشون زندگی میکنه. مجرد هم هست، خانوادش هم خانواده محترمی هستن و تعداد زیادی از خانوادهشون جانباز و شهید هستن، یعنی از کسایی هستن که در واقع هزینه دادن برای این مملکت. اما با پیگیری بیشتر متوجه شدیم که سر بازار عراق دست فروشی میکرده و آخرین عکسایی رو که من تونستم به دست بیارم از طریق یکی از دوستان صمیمیش به نام پوریا، عکسایی رو که برای من ارسال کرد، در واقع محل دست فروشیش دقیقا اصلا عکس توش اون وسایلی که وحید داره اونجا میفروشه مثل چتر و اینها همونجا تو عکس هست، یعنی در واقع مال یه نمه برفی آمده بود چند وقت پیش، چند وقت قبل از این تظاهرات. اون عکس حتی اون رو هم به همراهش داشت، یعنی در واقع مشخص بود که عکس مال امسال هست و جدید هم بود. محل کارش هم که پیدا کردیم دیگه خیالمون راحت شد که ایشون اصلا به هیچ وجه تو کار مواد و این حرفا نیست. البته نگفته نمونه، مراجع رسمی در این خصوص اظهارات ضد و نقیضی داشتن. ابتدا اصلا این از معترضا بوده انکار میکردن، بعد از اینکه خبر رسانه‌ای شد و اینها یه پله آمدن گفتن از معترضا بوده، اما خودش رو در واقع خودکشی کرده. شاهد عینی هم داریم که تو اون قضیه جنازه رو دیده، یعنی با پیگیری‌هایی که کردیم از اقوامشون شخصی که جنازه رو دیده در واقع قسمت چپ بالای شقیقش یه شکاف داشته و این قسمتش یه برآمدگی خیلی بزرگ که احتمال زیاد اصابت جسم سخت میتونه باتون باشه، نمیتونیم ما اظهار نظر دقیقی در این خصوص بکنیم، اما قطعا اتفاقی براش افتاده که کسی نمیخواد واقعیتشو بگه و برای همین سعی کردن تهمت بزنن بهش و بگن که مواد فروشی بوده که خودشو کشته. علیه این اعلام دروغ مسئولان رسمی حکومت که وحید مواد فروش بوده چقدر میشه پیگیری حقوقی کرد در چارچوب همین نظام مقدس؟ من میتونم تصور کنم که یک معترض رو در خیابان کتک بزنن، حتی من میتونم تصور کنم برخلاف تمام موازین قانون آیین‌دادرسی مدنی، آیین‌دادرسی کیفری، برخلاف تمام موازین و ضوابط حقوق بشری یک کسی رو در بازداشتگاه کتک بزنن. میشه این رو پذیرفت؟ یعنی این کار خلاف قانون اگر انجام میشد با تمام کراهت و منفوریتی که این قضیه داره، ولی میگیم اتفاق افتاده، اما از یک سیستمی که خودش رو در واقع حکومت اسلامی و عدل الهی میدونه بیاد یک کسی رو به خاطر هزاران دلیلی که میتونه برای اعتراض داشته باشه و معترضه در خیابان بزنه، بیاد در بازداشتگاه بزندش و نهایتاً فوت کنه این بازداشتی، قسمت بسیار کری حزشتش، من دنبال کلمه میگردم که چه کلمه ای رو بگم، نمیتونم، کلمات قاصرن. بعد بیاید همین کسی رو که به این کیفیت شما کشتید یا حالا کشته شده با کوتاهی هایی که شما انجام دادید، بیاید آبروش هم ببرید، بگید این یک آدم مواد فروشی بوده و خودکشی کرده، انگار که اگر یک کسی مواد فروش بود، معتاد بود، مثلا حق و حقوقی در این اجتماع نداره. من اینجا دلم میخواد اشاره بکنم
وقتی شما میگید یک معتاد، در واقع تخریب شخصیتی برای این شخص به وجود بیارن که عکس العمل جامعه رو نسبت به او بیارن پایین، بگن یه آدم مواد فروشی بوده، کشته شده، خودش کشته، سابقه خودزنی هم داشته. خب در یک جامعه ای که میلیون ها معتاد داره، شما بخواید بیاد این قضیه رو به این کیفیت باعث تخریب و تحقیر دیگران قرار بدید، خود این اعتیاد عاملش کیه؟ اصلا کی باعث شده جامعه ما اینقدر توش معتاد باشه؟ این خودش یه درده. بعد یه معترض صحیح و سالم و با شرف رو هم بیاید این اتهامو بهش بزنید که بخواید تحقیرش کنید، تخریبش بکنید و در واقع از زیر پاسخگویی فرار کنید. در واقع آیا وکالت خانواده حیدری رو شما به عهده گرفتین؟ ببینید، من پیشنهاد دادم که وکیلشون باشم، ولی فعلا اتفاقی نیفتاده که من رسما وکالت اونها رو، من فقط در حد پیشنهاد که گفتم آمادگی دارم به عنوان یک انسان، به عنوان یک فعال اجتماعی، اسمش برای مهم نیست، برای یک، به عنوان یک همشهری، به عنوان یک کسی که من تو تظاهرات خودم شخصا حضور داشتم و با شما در واقع همدرد هستم، من و با توجه به این که شما دست فروشی میکرده بچه‌تون توی بازار عراق و خب توانایی مالی ندارید و من هم درک میکنم شما رو، آمادم با جان و دل وکالت شما رو بپذیرم و توی این پرونده کمکتون بکنم. این پیشنهاد از جانب من ارائه شده هم به خانوادهشون، فکر میکنم که پدرش، برادرش و عموش، من گفتم حاضرم کمک بکنم. تا این لحظه البته پاسخی من نشیدم، اما نکته مهم اینجا این است که همینطور که دوستش آقا پوریا در پیامی برای من نوشت و من اون پیامش هم منتشر کردم، اینه که یه مقدار فشار رو خانوادهشون زیاد هست. مادرشون ظاهرا بیماری قلبی داره، در بیمارستان هست، پدرشون هم جانبازه و در این حال پیره و مشکل داره. اینه که خانواده گویا تحت فشار هست و از این جهت باید بهشون زمان بدیم که بتونن تصمیم درستی بگیرن و قطعا اگر بخوان هر اقدامی انجام بدن، من به عنوان وکیل دادگستری با تمام توان دفاع خواهم کرد از حقوق انسانی و قانونی خانواده اولیا ادم. سپاسگزارم آقای محمد نجفی، وکیل دادگستری. خب ببینین، مسئولان قضایی و انتظامی عراق رو باید بشناسین و حرفاشون رو درباره وحید حیدری، ادعاهاشون رو باید بدانید برای آینده. ببینید، عباس قاسمی، دادستان عمومی انقلاب عراق، با تایید خودکشی یکی از بازداشت شدگان در عراق اظهار داشت با وجود اینکه آثار خودزنی بر روی جسد این فرد محرز است، فیلمی از لحظه خودکشی وی نیز موجود است. بنابراین با توجه به شواهد و قرائن موجود، مرگ این فرد بر اثر خودکشی در کلانتری بوده است. ببینید چند تا دروغ پشت هم دیگه میگن. دادستان عمومی و انقلاب عراق افزود این فرد چندین سابقه کیفری و سابقه حمل مواد مخدر و خودزنی را در پرونده خود داشته است. بعد ایشون آقای عباس قاسمی هستند. باید ببینید بارها عکس این آدم و اسم این آدم یادتون بمونه. عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب عراق. بعد یک دفعه دیگه این شخص. و بعد محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی. ایشون هم فرمودن فرد بازداشت شده، بله این شخص، ایشون محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، میگه فرد بازداشت شده یعنی وحید حیدری ارتباطی با حوادث و اغتشاشات اخیر در عراق نداشته و در حین فروش مواد مخدر دستگیر شد. محمود خلجی افزود این فرد در هنگام دستگیری 10 گرم هروئین به همراه داشت و به بازداشتگاه کلانتری 12 عراق منتقل شد. ببینید، خامنه ای و سران نظام مقدس که بارها در رسانه ها ازشون صحبت شده و عکسشون نشان همه داده شده، برای مردم شناخته شدن، ولی اینا رو لزوماً کسی نمیشناسه به جز افراد معدود اطرافشون. اینایی که با این وقاحت دروغ میگن درباره مرگ یک جوان دستفروش گلی که
صبح تا شب زحمت میکشیده برای به قول اون پوریا دوستش که آقای نجفی فرمودن که از طریق او دوست به قول خود پوریا رفیق فاب حیدری بوده این جوانی که کشته شد به قول او برای یه لقمه نون حلال صبح تا شب دست فروشی میکرده بعد بیان یه همچین وقاحت و یه همچین دروغی رو منتشر کنن اینا رو باید بشناسین گفتم بهتون عباس قاسمی دادستان عمومی و انقلاب عراق و محمود خلجی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی پرده آخر امشب یه توضیح لازم داره ببینین آیت الله مجتهدی که معلم پسرای خامنه‌ای بود و به قول خودشون به دیار حق شتافت و چه شتافتنی میگفت آخوندها سال 57 که سوار شدن دیگه پیاده نمیشن راست میگفت خودشون که پیاده نمیشن که تازه بی دستم یاد گرفتم برونم ما هم در این برنامه شناسنامه بتوانیم تجربه های خودمون را در زندگی در اختیار آیندگان قرار بدیم آقا الان بیشترین مشغلتون چه هست؟ چه میکنیم؟ بعد چطور در تهران؟ برنامه من بیشتر فکر کردنه برعکس خیلی از این علما کتاب خانه ای ندارید و همه رو اینجوری خدا بار آورد من رو که من کتاب نداشتم همون بی کتابی این موجب پرورش هم قدرت جوشندگی و هم نگهداری شب و روزگار خوش